سلام، به کانال بافتنی با لیلا خوش اومدید. امروز آموزش بافت این مدل رو داریم که مدل بسیار ساده و زیبایی هست برای بافت انواع لباس‌های مردونه، شال و کلاه، پتوی نوزادی. میتونید از این مدل استفاده کنید. حتی مبتدی‌ها هم میتونن این مدل رو راحت ببافن. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. برای بافت این مدل من 28 تا دونه سر انداختم، مضرب 6 به اضافه 4 تا دونه. رج اول، دونه اول رو می بافم و بر می دارم. بقیه دونه هامو 2 تا زیر می بافم، 2 تا رو. تا آخر رج 2 زیر 2 رو دونه هامو می بافم. مثل کشباف 2 زیر 2 رو. چند رج باید همون کشباف 2 زیر 2 رو ببافیم و بعد مدل رو بهتون نشون میدم که چطور بافته میشه. رج دوم، دونه اولو که برداشتم نگاه میکنم ببینم دونه هام چیه و شکل خودشون میبافم. این دوتا روه، دوتا رو میبافم و این دوتا زیر هست، شکل هفتیه، پس اینا رو زیر میبافم. همون کشباف 2 زیر 2 رو. 5 رج همینطور میبافم و بعد گل رو بهتون نشون میدم که چطور بافته میشه. من 5 رج بافتم، رسیدم به روی کار. این قسمت که پایین کارم منظمه، اینو روی کارم قرار میدم. به روی کار که رسیدیم باید مدل رو ببافیم. دونه اولو بر میدارم، این دوتا رو رو هم میبافم، به اینا کاری ندارم. میرسم به این 6 تا دونه، دوتا زیر، دوتا رو، دوتا زیر. از بعد از این 6 تا میلم و فرو میکنم، یه دونه نخ میگیرم میارم بیرون، این نخو میندازم سر میلم به این شکل. بعد این نخو با دونه اولم باید یکی کنم، از زیر یکی میبافمشون. بعد دونه هایی رو که مونده، این 5 تا دونه رو همون شکلی که بودن میبافم. این یه دونه زیر بود، این دوتا رو بودن و این دوتا هم زیر بودن، شکل خودشون میبافمشون. بعد از اون دوتا دونه رو ساده میبافم، این یک و این دو. دوباره میرسم به دوتا زیر، دوتا رو، دوتا زیر. از بعد از این 6 تا میلم و فرو میکنم، یه دونه نخ میگیرم میارم بیرون، و مدل رو تکرار میکنم. اینو میندازم سر میلم، با دونه اول با هم از زیر میبافمشون و بعد این دونه ها رو همون شکلی که بودن میبافم. و بعد دوتا رو ساده بافته میشه. دوتا زیر، دوتا رو، دوتا زیر. بعد از این دوباره مدلم رو تکرار میکنم. پس مدل رو تکرار میکنم. بعد از این 6 تا دونه میلم رو فرو میکنم. اگر که براتون سخت بود که از این طرف نخ رو بگیرید، میتونید یه پیچ بهش بدید و از این سمت نخ رو بیارید بیرون و بندازید سر میلتون. و این دوتا دونه رو هم همینطور. اگر که زیر ساده نخواستید ببافید، میتونید به این صورت یه پیچ به نخ بدید و بعد بیاریدش بیرون و بقیه دونه ها رو هم که مثل خودشون میبافیم. اینجا هم دو تا رو دارم میبافم و دونه آخر. در رج پشت کار خاصی رو نباید انجام بدیم، فقط دو تا زیر دو تا رو رو ساده مثل قبل میبافیم. 5 رج کشبافمون رو ادامه میدیم میبافیم. بعد از 5 رج وقتی رسیدیم به روی کار رج ششم دوباره مدل رو تکرار میکنیم. پس من 4 رج دیگه میبافم. این یک رج رو که بافتم 4 رج دیگه میبافم و دوباره بافت رو بهتون نشون میدم. بعد از اینکه 5 رج بافتیم 1 2 3 4 و 5 رسیدیم به روی کار مدل رو تکرار میکنیم، فقط مدل جابجا میشه به این صورت که دونه اول رو برمیدارم، این دوتا رو میبافم، از این 6 تا دونه 2 تا زیر و 2 تا روش رو این دفعه میبافم. میرسم به 2 تا زیر 2 تا رو 2 تا زیر، یعنی از این گل و این گل این 2 تا زیراش و این 2 تا روی وسط با هم دیگه یه گل رو این دفعه تشکیل میده. به این 6 تا دونه که رسیدم از بعد از این دوتا یه دونه نخ میگیرم میارم بیرون میندازم سر میلم و همون کار قبل تکرار میشه. با دونه اول از زیر میبافمش و بقیه دونه ها سر جای خودشون بافته میشن. پس مدل همونه، فقط جاش عوض میشه، وسط گلهای قبلی میفته به این شکل. اینجا 2 تا رو میبافم و باز 2 تا زیر 2 تا رو 2 تا زیر که دارم بعد از این میلم رو فرو میکنم و گل رو میبافم. به این شکل نخ رو میارم بیرون میندازم سر میلم، 2 تا یکی و بقیه دونه ها مثل خودشون بافته میشن. یه زیر 2 تا رو و 2 تا زیر. اینجا هم 2 تا رو میبافم و 2 زیر 2 رو و دونه آخر. به این شکل مدل جابجا شد. باز هم مثل قبل رج پشت کار همون 2 تا زیر 2 تا رو میبافم و 5 رج میبافم. میرسم به روی کار، دفعه بعدی دوباره مثل دفعه اول گلا رو میبافم به این شکل. 3 تا گل دارم، دوباره 5 رج میبافم، دفعه بعدش مثل دفعه دوم فقط 2 تا گل دارم دیگه. مدل به همین شکل تکرار میشه. باز هم 5 رج بافتم و الان رج ششم هستم. گل رو تکرار میکنم مثل دفعه اول، یعنی دونه اول رو بر میدارم، این 2 تا رو میبافم و بعد از این 6 تا به این شکل، بعد از این 6 تا نخ رو میارم و همون کار قبلی رو انجام میدم. باز هم من 5 رج بافتم و الان رسیدم به رج ششم و باید مثل دفعه اول گلم رو تکرار کنم. یعنی دونه اول رو بردارم، دوتا رو ببافم و بعد از این 6 تا دیگه مدلم رو تکرار میکنم. نخ رو میارم میندازم سر میل، دوتا یکی و بعد هر دونه ای سر جای خودش بافته میشه. لطفاً کانال بافتنی با لیلا رو سابسکرایب کنید، آموزش رو لایک کنید و برای دوستانتون هم ارسال کنید.